صندوق بین‌المللی پول به صورت مستمر یک شاخصی رو منتشر می‌کنه به نام، اگه بخوایم ترجمهش بکنیم، نقطه شکست قیمت نفت. این شاخص به ما چی میگه؟ میگه که قیمت نفت باید چقدر باشه تا بودجه کشورهای نفتی تراز باشه، یا به عبارت قیمت نفت چه عددی باشه کشورهایی که بودجهشون وابسته به نفت هستش ناترازی و کسری ندارن. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با سعید عباسیان، دبیر اقتصاد کلان فردای اقتصاد. اول خب این شاخص میتونه بسیار واسه ما پر اهمیت باشه، چون ما یک کشور نفتی هستیم، برای کشورهای همسایه ما حوزه خلیج فارس. در وهله اول میخواستم ازتون بپرسم که این شاخص دقیقاً به ما چی میگه و چجوری به دست میاد. درست. عرض کنم خدمت شما که حالا همونطور که گفتید این شاخصی است که مشخص میکنه که قیمت نفت چه عددی باید باشه که در واقع کشورهای نفتی کسری بودجه نداشته باشن. و میدونیم که الان قیمت نفت در محدوده 90 دلار هست. ولی خب یه نکته ای که تو این حالا نمودار را اگه ببینیم، برای حالا تو سه تا بازی زمانی ما این رو میبینیم اینجا، یک در واقع تخمینی هست که توسط صندوق بین‌المللی پول هم انجام شده. قسمت های آبی رنگ تخمینی هست که تقریبا مهر و آبان سال قبل اکتبر 2023 انجام شده بود برای در واقع بودجه سال 2024 کشورها، و یه تخمینی هم که اخیراً برای 2024 منتشر شده با رنگ قرمز مشخص شده، یه تخمینی هم که با رنگ زرد مشخص شده برای سال 2025 است. اتفاق مهمی که افتاده مشخصاً در مورد کشور عربستان که می‌بینیم نمودار آبی رنگ قبلاً تو محدوده 80 دلار بوده، یعنی اگر قیمت نفت 80 دلار می‌شد بودجه عربستان برای سال میلادی 2024 تراز می‌شد. درست. ولی تو آپدیت جدید ما می‌بینیم که نمودار قرمز رنگ این به نزدیک 100 دلار و مشخصاً 96 دلار رسیده، یعنی یه افزایش 16 دلاری رو داره. و این خب بحثایی رو در واقع شکل داده که ممکنه که با توجه به اینکه قیمت نفت الان پایین تر از این هست، در واقع این نقطه شکست بالاتر برای عربستان باعث بشه که قیمت نفت در آینده افزایش پیدا بکنه. حالا قبل از اینکه به خود این شاخص بپردازیم و حالا اینکه چه استفاده‌ای ازش میشه کرد و حالا چه محدودیت‌هایی داره رو بررسی بکنیم، حالا اینجا مشاهده می‌کنیم که به صورت سرانگشتی کشورهای مثل امارات و عمان و لیبی الان قیمت نفتی که نیاز دارن خب خیلی پایین‌تر از اون چیزی است که الان تو بازار نفت می‌بینیم. و حالا ولی خب ایران عددهای بالاتری رو نیاز داره، یعنی حدود فکر کنم 126 دلار نیاز داره که قیمت نفت بشه که کسری نداشته باشه. این نکته ای که من اینجا میبینم اینه که الان خب اون خط قرمز رنگ برای 2024، خط زرد رنگ برای 2025، یعنی سال بعد، و فکر میکنم ایران تنها کشوریه بین این کشورها که تخمین زده شده توی 2025 تازه به قیمت بالاتری از نفت هم احتیاج داره. بله بله. حالا البته آذربایجان هم تقریبا به همین صورت هست، ولی خب فاصله بین این دوتا نمودار برای ایران عدد بیشتری هست که خب حالا بر اساس محاسباتی هست که IMF انجام میده و اتفاقا یکی از حالا در اسلاید بعدی میبینیم که یکی از ضعفایی که حالا برای این شاخص عنوان میشه اینه که خیلی مشخص نیست که بر چه اساسی داره اینا رو محاسبه میکنه و مدل محاسباتی خودش رو خیلی شفاف نکرده که بشه این تغییراتی که در واقع تو نمودارها هست و بین کشورهای مختلف هست اینا رو بشه خیلی بیشتر تحلیل کرد. حالا اگر بخوایم به این سوال جواب بدیم که خب این چه کارکردهایی داره این شاخص، کارکرد اولش اینه که به لحاظ بحث‌های ژئوپلیتیک و خب رفتار سیاسی کشورها در حوزه بین‌الملل میگن که خب کشورهایی که نقطه شکست قیمت نفت بالاتری دارن اینا آسیب پذیر میشن. یعنی وقتی یک کشوری میبینه که قیمت نفت بالاتری نیاز داره و بودجهش شکننده هست، این در فضای بین‌المللی به لحاظ سیاسی تضعیف میشه. نکته بعدی این هست که خب باید برای اینکه
در واقع بتونه واکنش مناسب نشون بده در مقابل این نقطه شکست بالاتر، اگر قیمت نفت پایین تر هست بیاد، خب طبیعتاً یا باید برای اینکه این کسری بودجه رو پوشش بده یا باید هزینه‌هاشو کم بکنه یا درآمدها رو افزایش بده، یعنی مثلا یا یارانه‌هایی که میده رو کم بکنه یا درآمدهای مالیاتی خودش افزایش بده. خب هر دوتا بالاخره به مردم اون کشور فشار میاره و این احتمالاً منجر به بی‌ثباتی سیاسی میشه. نکته بعدی در رابطه بازار نفت هست و تغییر رفتار میزان تولید نفت که مثلا الان بحثی که هست همینه دیگه، که چون قیمت‌های فعلی نفت پایین‌تر از نقطه شکست برای کشور عربستان هست، ممکنه این تمایل رو ایجاد بکنه که عربستان بخواد به نحوی تو بازار در واقع رفتار بکنه که مثلا با کاهش تولید نفت بخواد قیمت نفت رو افزایش بده، در واقع بودجش تراز بشه. درست. و نکته آخر که البته نکته مثبتی است که برای این مورد ذکر میشه اینه که خب یه فضایی رو فراهم میکنه برای اصلاحات اقتصادی و مشخصا اصلاحات بودجه‌ای که کشورهایی که مثلا یارانه‌های سنگین رو حامل‌های انرژی میدن میتونن خب با مردم خودشون گفتگو کنن که ببینید خب الان قیمت نفت پایین اومده و حالا این منجر به کسری بودجه ما میشه، اما نیاز داریم که یارانه‌های کمتری بدیم و یه در واقع مزیت این مدلی ذکر میکنن. منتها نکته ای که گفته میشه اینه که خب خیلی هم نباید این شاخص در واقع میتونه به ما یک در واقع کمک بکنه که تحلیل بکنیم چه تو حوزه ژئوپلیتیک چه تو حوزه بازار نفت، ولی خب خیلی هم نباید تک بعدی نگاه بکنیم و صرفا بر اساس این بخوایم تحلیل بکنیم. نمونه هایی هم که ذکر میشه مثلا سال 2012 فکر میکردن که روسیه چون نیاز به قیمت نفت بالاتری داره و قیمت نفت پایین تر از نقطه شکست اون برای کشور روسیه بود، احتمال داره که پوتین مثلا تحت فشار قرار بگیره و قدرت رو از دست بده. یا مشخصا در مورد خود کشور عربستان مخصوصا تو اون بازه‌ای که بهار عربی شدت گرفته بود و خب اعتراضایی هم در داخل خود عربستان شکل گرفته بود، تصور میشد که با توجه به هزینه‌های سنگینی که عربستان داره، چون ما گفتیم که یه راه حل اینه که وقتی کشوری میبینه که قیمت نفت پایین‌تر از نقطه شکست است بیاد هزینه‌های خودش رو کم بکنه. بله. و از اون طرف چون فکر می‌کردن که اعتراضات داخلی شکل گرفته تو این کشور و خب خیلی فضای این رو ندارن که بخوان هزینه‌ها رو یارانه‌ها رو کم بکنن، بنابراین ممکنه که یک مشکلات بیشتری رو برای این کشور درست بکنه، در حالی که خب هیچ کدوم از این اتفاقات رخ نداد. خب چرا اینا اتفاق نیفتاده؟ در حالی که خب به نظر میاد که یک محاسبه خیلی روشن و مشخصیه که بالاخره هر کشوری برای اینکه بودجهش تراز بشه با توجه به تولیداتی که داره، تولید نفتی که داره، به یه عدد مشخصی از قیمت نفت نیاز داره. ولی خب چرا این تحلیل ها که بیش از حد تکیه میکنن به این شاخص درست از آب در نمیاد؟ اولین موردی که ذکر میشه اینه که خب کشورها لزوماً همه درآمد نفتیشون رو در واقع مصرف نمیکنن، صندوق های ثروت ملی دارن که این میتونه از سالهای قبل یک سری ذخایر انباشته‌ای داشته باشه و اتفاقا تو این سالهایی که ممکنه که چون بالاخره قیمت نفت به شدت پرنوسان هست و ممکنه یه وقتایی قیمت خیلی پایین بیاد، کشورها به خاطر همین پیشبینی کردن که از قبل یک ذخایری داشته باشن که تو موارد این شکلی بتونن اون رو جبران بکنن و بنابراین یعنی همه اون تحلیل ها رو این عملا زیر سوال میبره. در واقع صندوق بین المللی پول این شاخص رو تهیه میکنه و هر سال آپدیت میکنه دیگه. خب مسلما به اطلاعات این کشورها به این وسعت دسترسی نداره، برای همین هستش که خب این شاید بله حالا ضعف هایی داره این شاخصی که محاسبه میکنن که حالا استاید بعد این آرام عرض میکنم. مورد بعدی اینه که خب بالاخره همه هزینه های کشورها این نیست که مثلا بگیم یارانه است و با خود مردم در ارتباط و نمیشه کمش کرد.
خب این کشورها میتونن بیان مثلا یه پروژه زیرساختی دارن، اینو زمانشو طولانی‌تر بکنن. اگه قرار بود که یه بودجه تزریق بشه و مثلا 4 ساله تمام بشه، اینو بکننش 5 ساله و بتونن هزینه خودشون رو کم بکنن، یا تو خود تولید نفت سرمایه‌گذاریشون رو کم بکنن. و اینا همشون یعنی یه بافرهایی هست که کمک میکنه که عبور بکنن از این شرایط، یا از شرکت‌های نفتی که براشون کار میکنن میرن تخفیف میگیرن. و یه ظرفیت خیلی مهم دیگه ای هم که هست و البته بستگی داره به اعتبار دولت‌ها، این که چقدر کشورهای دیگه و حالا کلن تو بازار حاضر باشن اوراق اون دولت رو بخرن، استفاده از ظرفیت اوراق بدهی هست. یعنی اگر کشوری معتبر باشه و بقیه فکر بکنن که میتونه به تعهداتش عمل بکنه، خب حاضرن بهش قرض بدن. و وقتی یه همچین اتفاق میفته، کشور میتونه اوراق منتشر بکنه و در سالهای بعد که حالا شرایط بهتر شد اینا رو بازپرداخت بکنه. و نکته آخرم این که نرخ ارز شناوری دارن بعضی از این کشورها و مخارجشون هم غیر ارزیه، به این معنی که مشخصا مثلا کشور خودمون هم میتونیم این رو در نظر بگیریم که درآمدی که پیش بینی میشه برای نفت به صورت ریالی هست. خب وقتی قیمت نفت بیفته، از اون طرف یه اثری هم داره دیگه، این باعث میشه که درآمدهای نفتی ما کمتر بشه و این فشار میاره به بازار ارز و این قیمت ارز رو میبره بالاتر. خب طبیعتا وقتی قیمت ارز میره بالاتر، میشه اون عددی که در واقع اصطلاحا میگن تسعیر میشه دلار، یعنی تبدیل به ریال میشه توسط بانک مرکزی برای دولت، این رو افزایش داد. یعنی درسته که دلاری کم شده درآمد نفتی، ولی خب از اون طرف این عددی که کم شده در دلار بزرگتری ضرب میشه و میشه اون هزینه های ریالی رو البته برای مدت کوتاهی کنترل کرد و در واقع از این ناحیه مشکل وارد نشه به اقتصاد کشور. بله. حالا پس دیدیم که لزوماً این شاخص اون پیشبینی هایی که داره درست از آب در نمیاد. چرا این اتفاق میفته؟ یک سری حالا در واقع ما گفتیم که چه ظرفیت های کشورها میتونن داشته باشن، خود مدل هم یک سری ضعف هایی داره. اول نکته اینه که خب یک سری در واقع مدل هایی که استفاده میشه برای کشورهای مختلف، اینا خیلی غیر شفاف هستن. یعنی اینجوری نیست که مثلا IMF روش های محاسبش رو به صورت کامل منتشر بکنه و مشخص بشه که دقیقا از چه مدل هایی استفاده کرده، چه مفروضاتی رو در نظر گرفته. چون همین که شما گفتید، مثلا اینکه در واقع مثلا صندوق های ثروت نفتی رو اگر واقعا مثلا در چه حد در نظر میگیرن، خب معمولا کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس خب ذخایر خیلی زیادی دارن. و اگه اونو در نظر بگیری که عملاً اصلا این بحث منتفی میشه. اینکه چقدر این در نظر گرفته میشه، خب یه بحث خیلی مهمه که با توجه به عدم شفافیت مدل‌ها خیلی نمیشه در این رابطه اظهار نظر کرد. نکته بعدی اینه که اینا دقت بیش از حدی دارن، یعنی به این معنی که یه عدد مشخصی رو میگن. الان مثلا برای عربستان میگن 96 دلار به ازای هر بشکه باشه بودجش تراز میشه. بله. خب طبیعتاً این بر اساس یک سری مفروضاتی این عدد به دست اومده دیگه، مثلا تولیدش فلان عدده، نمیدونم هزینه هاش انقدره، مثلا سایر درآمدهایی که این کشور میتونه داشته باشه مثلا یه عدد دیگه در نظر گرفته شده. ولی خب اینا هیچ کدوم قطعیت نداره، یعنی ممکنه که یه ذره بالا پایین بشه. به خاطر همین معمولا تو مدل سازی های اقتصادی عددهایی که گفته میشه با یک بازه اطمینانی هست. یعنی مثلا میگن که 96، ولی خب ممکنه که مثلا توی بازه 96 حالا بیشترین احتمال داشته باشه، ولی خب ممکنه که مثلا تا 100 از اون طرف یا مثلا از این طرف هم مثلا تا 92 این تغییر بکنه. ولی خب وقتی خیلی دیگه عملا نقطه‌ای تخمین زده میشه، این یه ایراد خیلی بزرگ برای مدل هست که احتمال خطاش رو خیلی بالا میبره. مورد بعدی اینه که کم توجهی به اثرات درجه دوم نظیر نرخ ارز آینده. خب یک سری مفروضات ابتدایی طبیعتاً این مدل داره، ولی خب وقتی ما میخوایم برای مثلا 2025 الان محاسبه کردن، خب مثلا برای خود ایران این عدد دیدیم که بالاتر رفته.
عدد نرخ ارز رو چقدر در نظر میگیرن برای ایران؟ چون عدد نرخ ارز رو باید داشته باشن که بتونن این قیمت رو محاسبه کنن دیگه. خب وقتی اینو ندارن، بالاخره با استفاده از یه مدلی باید تخمین بزنن. خب این چقدر میشه بهش اطمینان کرد؟ البته هر کسی بخواد این کارو بکنه باید بیاد بالاخره تخمین بزنه، ولی خب مشخص نیست که با چه سازوکاری اینا رو تخمین زدن. و تو سالهای گذشته هم کم نبوده مواردی که در رابطه با شاخص‌های اقتصادی هم پیشبینی‌های خود IMF اشتباه در اومده و وقتی اینا منتشر نمیشه خیلی نمیشه با قاطعیت در موردش نظر داد. و نکته بعدی هم این که خب به پایداری بدهی کشورها توجه نمیشه. خب برخی از کشورها گفتم میتونن معتبر باشن و قرض بگیرن یا از کشورهای دیگه یا مثلا از سرمایه گذاران نهادی کشورهای دیگه یا از اشخاص اقتصاد خودشون قرض بگیرن اوراق منتشر بکنن، بعضی هم نمیتونن. این که چقدر به این بحث پایداری بدهی توجه شده به شدت زیر سوال هست این شاخص IMF و به نظر میاد که تحلیل هایی که هست خیلی این رو مد نظر قرار نداده. حالا اگر بخوایم یه در واقع یافته ای از این شاخص برای اقتصاد خودمون داشته باشیم و در واقع دلالت سیاستی اون رو برای اقتصاد ایران در نظر بگیریم، خب ما میدونیم که گفتیم یکی از دلایلی که باعث میشه که این تحلیل لزوماً به وقوع نپیونده اون در واقع پیشبینی هایی که داره اینه که کشورهای نفتی عمدتاً صندوق‌های ثروت نفتی دارن و اینا ذخایر خیلی زیادی معمولاً دارن که میتونن تو این شوک‌هایی که حالا قیمت نفت مثلا یه ذره پایین‌تر میاد برن از اون صندوق این کسری رو جبران بکنن. خب ما میدونیم که صندوق توسعه ملی الان داریم به همین منظور، یعنی قرار بوده که درآمدهای نفتی بره اونجا و همش تو بودجه دولت نیاد و عملا یه ذخیره برای اقتصاد کشور باشه. حالا صندوق‌های ثروت نفتی به صورت کلی در سه لایه میتونه وجود داشته باشه. لایه اول اینه که خب یه بخشی از درآمدهای نفتی از بودجه دولت جدا بشه و برای سرمایه‌گذاری تو زیرساخت‌ها و پروژه‌های خیلی بزرگ استفاده بشه. که حالا صندوق توسعه نفت ملی ما الان تا حدی این کارکرد رو داره. هر سال سهم مشخصی داره از درآمدهای نفتی و یه بخشی از اون حالا با ساز و کارهایی که البته خیلی مطلوب نیست برای سرمایه گذاری تو زیر ساخت‌ها استفاده میشه. مورد دوم که حالا لایه بعدتر هست و یک ذره در واقع حکرانی قوی تری میخواد بحث ثبات‌سازی هست. یعنی این در هر صورت قیمت نفت همیشه نوسانیه، یه وقتی میره 120 دلار میشه یه وقتی هم ممکنه 20 دلار بشه و خب ما باید از قبل یه پیشبینی داشته باشیم که اینا رو خودمون بتونیم در واقع ثبات بدیم به بودجه. یعنی این نشه که یه سالهایی با بودجه خودمون رو با نفت 120 دلاری تنظیم بکنیم، یه سالهاییم که خب نفت 20 دلار میشه نمیشه که یکو مثلا هزینه رو یک شیشون بکنیم. فرض کنید مثلا دولت حقوق کارمنداشو که اون نمیتونه مثلا یک شیشون بکنه، بگه سال قبل 120 دلار بوده نفت، امسال شده 20 دلار، مثلا من کم میکنم. و این اتفاقا یه سازوکار تورمی رو تو اقتصاد کشور شکل میده که چون درآمدهای دولت خیلی کم میشه مجبوره بره نهایتا از بانک مرکزی استقراض بکنه و ریشه تورم مزمن کشور ما هم دقیقاً همین نکته هست. و خب این نقش ثبات سازی رو ما هنوز نتونستیم از صندوق توسعه ملی داشته باشیم. حالا یه لایه خیلی دیگه، این دیگه عالی ترین حالت صندوق ثروت ملی هست که مثلا تو کشوری مثل نروژ اتفاق میفته، این هست که اساساً درآمدهای نفتی وارد اقتصاد اون کشور نمیشه به خاطر همون اثراتی که ممکنه روی کاهش نرخ ارز و سرکوب نرخ ارز داشته باشه که منجر به کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی و صنعت زدایی میشه اصطلاحاً، که این حالا به نظر میاد که برای ما خیلی در دسترس نباشه الان. پس بنابراین اگر ما میخوایم یه چیز رو از این بحث یاد بگیریم به نظرم اینه که بتونیم خودمون این نقطه شکست قیمت نفت رو خودمون در داخل اقتصاد خودمون حل بکنیم و اون آسیب پذیری اقتصاد کشور رو با استفاده از این سازوکار ثبات سازی صندوق های ثروت نفتی میتونیم کاهش بدیم.
و یه استفاده دیگه هم حالا میتونیم اینجا داشته باشیم اینه که خب ما میدونیم خیلی بحثای زیادی میشه تو اقتصاد ما که آیا اصلا دولت باید مثلا بدهی داشته باشه خوبه یا بدهیش کم باشه خوبه، بعضا با عنوان دستاورد معرفی میشه که مثلا دولت اصلا مثلا استقراض نکرده، یا حالا بعضا گفته میشه که مثلا تو همه دولت ها هم کم و بیش بوده، که البته از زمانی که از این ظرفیت اوراق بدهی استفاده شده که خب مثلا ما داریم بدهی های دولت های قبلی رو میپردازیم، در حالی که این یعنی یک ابزاریه که اتفاقا میتونه تو شوک هایی که وارد میشه به قیمت نفت یا هر نوسان دیگه که به بودجه کشور وارد بشه، این یه ابزاریه که میتونه کمک بکنه که ما این نوسانات رو کاهش بدیم و همه جای دنیا هم استفاده میشه، مشخصا تو کرونا هم خیلی استفاده شد و بنابراین این هم باید مورد توجه باشه. ابزاری که در واقع ما بعد از اون سالهای حالا تحریم و 97 و اینها هم دولت ازش استفاده کرد. اتفاقا یکی از ابزارهایی بود که خیلی به ما کمک کرد که بالاخره مقداری از اون کسری بودجه که دولت داشت به درستی به نظرم از این ابزار استفاده شد، البته از همه ظرفیتاش هم استفاده نشد، ولی اصل این که این ابزار وارد چارچوب سیاست گذاری کشور شد حتما اتفاق خوبی بود که از درست ما تورم های حالا بالایی داشتیم در محدوده 40-50%، ولی کمک کرد که دیگه تورم از اون بالا کنه.